خداوند لشکرها چنین می‌فرماید: هان من کمان ایلام را که مایه قوت ایشان است خواهم شکست. چهار باد از چهار گوشه آسمان بر ایلام خواهم وزانید و ایشان را به سوی هر یک از این بادها خواهم پراکند، چندان که هیچ قومی نباشد که پراکندگان ایلام نزد آنها نرفته باشند. من مردمان ایلام را در برابر دشمنانشان و به حضور آنان که قصد جان ایشان را دارند به وحشت خواهم افکند. و خداوند میگوید که من بلا، یعنی خشم آتشین خود را بر ایشان خواهم آورد و شمشیر را از پی ایشان خواهم فرستاد تا ایشان را به تمامی هلاک کنم. و خداوند می‌فرماید: من تخت خود را در ایلام برپا خواهم کرد و پادشاهان و صاحب منصبان را از آنجا نابود خواهم ساخت. اما در ایام آخر سعادت را به ایلام باز خواهم گردانید. این است فرموده خداوند. آمین. Stop!
سحر به زودی می آید، ابر تیره رود صبح شادی آید، کلمه حیات در شکوه و جلال بر طبق وعده‌اش به زودی می آید. کوها شادی کنند، تخت‌ها دست بر زنند، جهان زانو زند، او می آید. نغمه بربط و چنگ و بانگ شادی، فریاد پیروزی او می آید. عیسی شاه شاهان به زودی می آید، ظلمت می گریزد نور جهان آید. خداوند قدیر، خداوند مشیر، جنای فرموده به زودی می آید. روح شادی کنند، تنها دست برزنند، جهان زارو زنند، او می آید. نقره بربط و دنگ و بانگ شادی، فریاد پیروزی او می آید. کلیسا در دعا دید و رو هوش یاداش، داماد آسمانی ناگه آید. ماه گران باران ای پراکندگان، ای دل شکستگان، او می آید. روحا شاهی کنند، تنها دست بر زنند، جهان زارو زنند، او می آید. خرید ما رو به خون خود، دلها رو ارزون نمیخواد. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، کش کسی یه تنهایت را که داری دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، کش کسی یه تنهایت را که داری دوست داره. خدای ما غم نمیخواد، عذاب و ماتم نمیخواد، عیسی خدای زنده ام واسه ما چیزی کم نمیخواد. وقتی لبخند رو لباته، خوشحالی در اون چشاته، رقص و شادی در حضور، سپاس از نجات. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل چکره نهایت را خدایی دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته یه تنهایت را که بوداری دوست داره. خدا من شادی رو دوست داره، خدا آزادی رو دوست داره، دل شکسته یه تنهایت را که بوداری دوست داره. هللویا، هللویا، شکر و جلال عیسی مسیح، خدای زنده، خدایی که او رو میپرستیم، در او شادمانیم. شکر و جلال خداوند زنده ما عیسی مسیح. شکر، شکر، شکر. کلام خداوند اینجوری میگه: همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید و در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسی. شکر و جلال عیسی مسیح. سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم به تمام برادران، خواهران عزیزم که امروز در کلیسا هستن، کسانی که ما رو میبینن در آینده. آمین که کلام خداوند که الان جاری شد، این اراده برای تک تک ما در زندگیمون باشه و همراه ما باشه تا ما همیشه شاد باشیم، پیوسته دعا کنیم و در هر وضعی شکرگزار باشیم. شکر و جلال عیسی مسیح که امروز باز هم تونستیم کنار هم جمع بشیم در خانه پدرمون، همدیگر رو ببینیم، شاد باشیم، دعا کنیم و خواسته هامون رو بتونیم به حضور پدر ببریم و از او بخوایم که آن چیزی که نیاز قلب و جان و زندگی ماست به ما عطا کنه. شکر میکنیم
برای تک تکتون که امروز اینجا حضور دارید، شکر میکنم بابت اینکه انتخاب کردید امروز در خانه پدر و در کنار خواهر برادراتون باشید. شکر واسه وجودتون. ادامه میدیم با گروه زمر با شادی در نام عیسی مسیح خداوند میپرستیم تو روی خداوند زیبا عیسی مسیح. شکر شکر شب در کوشش و شکر خداست، خوب میداند که جایش در سماست. دست او بسته زهر زنج و بلاست، گوش او در انتظار یک ندا. جسم او مثل همه روزی خدایش در بخواست، دست اونیکو برای تو شفاست. چون نگاهش سالم و دور از خطاست، چشم او روشن ز انوار خداست. عزتش در دوری از مکر و گناست، قلب او خالص سر از ذر و تلاست. چون همیشه او نگاهش بر خدا، قلب مومن نهر پراب خداست که در آن شادی همیشه بر بناست. زمینم خدا رو این پسر شکل یه
دلها سازه، محبت را کنن بر تو سفارش، عزیز کائنات از تو خوشندیش، محبت دارد و از هر کسی دلم گرفته ای خدا، یاری نمایم در دو قوت بخشان مرا در جنگ با جسمم خدا. دلم گرفته ای خدا، یاری نمایم در دو قوت بخشان مرا در جنگ با جسمم خدا. روح من مشتاق تو است، بنا نما از نو مرا، شوکت من عزت من، نام تو هست برکت من. من رود خوش و خسته ام، می تو همین حیات، تو ای نهر حیات، تو ای نهر
نیو سیرابم نما جلال بر نام تو جلال بر نام تو جلال بر نام تو از تا ابد تو را می‌پرستم تو را خداوند تو رو میپرستیم، نام توست قوت بر جان ما، از چیزی هراسان نیستیم چون نام توست قوت زانوها و کمر ما، با نام توست به چنگالهای دیو اسیر نخواهیم شد، با نام توست شکست خواهیم داد تمام تاریکی رو، با نام توست یهوه آن که هستی و بودی و خواهی آمد، با نام توست که پیروز هستیم. بیماری بر جان ما هیچ قدرتی نداره، شفا یافته هستیم در نام مسیح پدر، شفا یافته هستیم در نام قدوس عیسی مسیح خداوند، شفا یافته هستیم و ترسی نداریم. تو را میپرستم، تو را میپرستم، تو را میپرستم با قلب و جان ای عیسی خداوند. نامت را برافرازم، نامت را برافرازم، نامت را برافرازم ای شاه شاهان. توی ای نهر حیات، توی آب حیات، توی نان حیات، سیراب من نما. جلال بر نام تو، جلال بر نام تو، جلال بر نام تو، از حال تا به ابد، از حال تا به ابد. عیسی خدا شکر. تو را میپرستم، تو را میپرستم، تو را میپرستم با قلب و جان. نامت برافرازم، نامت برافرازم، نامت برافرازم، شاه شاهان. تو ای نهر حیات، تو ای آب حیات، تو ای نان حیات، سیرابم نما. جلال بر نام تو، جلال بر نام تو، جلال بر نام تو، از خدا جلال، شکر و جلال عیسی مسیح خداوند. کلام خداوند این چنین میگه: بامدادان عیسی در راه بازگشت به شهر، گرسنه شد، در کنار راه درختی انجیری دید و به سوی آن رفت، اما جز برگ چیزی بر آن نیافت.
پس خطاب به درخت گفت مباد که دیگر هرگز میوه از تو به بار آید. در همان دم درخت خشک شد. شاگردان از دیدن این واقعه حیرت زده بودند. از او پرسیدند چگونه درخت انجیر چنین زود خشک شد؟ عیسی در پاسخ به آنان گفت آمین به شما میگویم اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها میتوانید آنچه بر درخت انجیر گذشت انجام دهید، بلکه هرگاه به این کوه بگویید از جا کنده شو و به دریا افکنده شو، چنین خواهد شد. اگر ایمان داشته باشید هر آنچه در دعا درخواست کنید خواهید یافت. شکر میکنم نام قدوس عیسی مسیح رو و از کلیسای فیلادلفیای ایلام میخوام در روح دعا بیستیم در حضور پدر آسمانیمون، او که قدوسه و هر آن چیزی که در قلبمونه به حضور او ببریم، چون که دعای ما این قوت رو داره که کوها رو جابجا کنه. شکر میکنیم و جلال میدیم نام قدوس تو رو عیسی مسیح. قوت هر چیز را داریم در نام توی قدوس که تو ما را قوت میبخشی. ای روح قدوس خداوند، تو رو شکر گذاری میکنیم. ای قدوس عیسی مسیح، تو رو شکر میکنیم ای خداوند که از آسمان از تخت پادشاهی خودت خداوندا فروتن شدی، نزد ما اومدی خداوندا تا توی خداوند ما رو محبت کنی، تا فدیه بشی به خاطر هر گناه و اشتباهی که ما انجام دادیم. بر صلیب رفتی تا امروز به خون تو عیسی مسیح فرزندان خداوند باشیم. شکر میکنیم تو رای خداوند که ما رو با پدر با اون کار عظیمی که بر صلیب انجام دادی آشتی دادی. خداوند زنده، ای شاه شاهان، ای شاه پرجلال، تو رو شکر میکنیم ای خداوند. ای قدوس، ای قدوس، ای قدوس، به یاد ما بیاره خداوند کلیدی که تو به دست ما دادی، کلیدی که گفتی به دست شما میدم تا بتونید آسمان ها رو باز کنید و ببندید و هر آن چیزی که بخواید در آسمان باز بشه بر زمین هم باز میشه و هر چیزی که در آسمان بسته بشه بر زمین هم بسته میشه. ما این قوت رو داریم، این قوت رو تو به ما دادیم. به فیضت خداوندا لایق نبودیم، اما به خاطر کار عظیمی که تو بر صلیب کردی ای خداوندا امروز این فیض رو داریم که بایستیم و دعا کنیم در حضور تو ای پدر. ای خداوند زنده، شکر برای این قوتی که به ما دادی ای خداوندا، این امکان رو به ما دادی که به حضورت بیایم و حرفمون رو بزنیم، حرف دلمون رو بزنیم ای خداوندا به تو و تو میشنوی ای خداوند زنده. شکرت میکنم ای خداوند، ای قدوس، ای قدوس، ما دعا میکنیم در نام قدوس تو عیسی مسیح که اراده تو چنان که بر آسمان است بر زمین ما، بر ایلام ما به انجام برسه خداوند. اون وعده‌ای که تو دادی در کلامت که تخت پادشاهیت رو بر ایلام قرار میدی خداوندا، اون رو میطلبیم خداوندا. ای قدوس، چه باور داشته باشن چه باور نداشته باشن ای خداوندا، ما ایمان داریم که خداوندا وقتی از تو درخواست میکنیم درخواست ما به اجابت میرسه، چون فرزندان توییم ای خداوندا. شاید دنیا به دنبال این باشه که خودش به قوت خودش کاری را انجام بده، مردم دوست دارن به قوت خودشون کاری را انجام بدن، اما ای خداوندا ما ایمان داریم ای قدوس تویی که خداوندا شر دشمنان را از کشور ما دور میکنی خداوندا.
آسمان کشور ما رو از حضور شیاطین پاک میکنی خداوندا، قدرت های تاریکی رو خداوندا از کشور ما دور میکنی خداوندا، و دوباره خداوندا شالوم و صحت و سلامتی رو به کشور ما برمیگردونی خداوندا. ای خداوند زنده، به باور بچگانه‌ای که داریم عیسی مسیح میستیم در حضور تو و برای کشورمون دعا میکنیم، برای امید آزادی دعا میکنیم. ای خداوند زنده، عیسی مسیح، ما قوت این رو داریم که کوه ها رو جابجا کنیم. عیسی مسیح، وقتی که به تو باور داشته باشیم، در تو اطمینان داشته باشیم، و ای خداوند امروز ایستادیم کلیسای فیلادلفیای ایلام در اتحاد، ای خداوند زنده، به نام عیسی مسیح می طلبیم که خداوندا آزادی کشورمون رو ببینیم در نام قدوس عیسی مسیح. ای خداوندا، به این باور چشمان ما خواهد دید، ایمان داریم و امید و اشتیاق به زندگی به مردم کشورمون بازگرده در نام عیسی مسیح خداوند. هللویا. ای خداوندا، ای قدوس، ای قدوس، ای قدوس، ای خداوند، از حضور تو ای خداوندا بیرون نمیریم ای خداوند. ایمان دارم ای خداوندا که هر آن چیزی که طلبیدیم در نام قدوس تو دریافت کردیم. پس میپرستمت عیسی مسیح، میپرستمت عیسی مسیح. شکر و جلال تو رو خداوند، شکر و جلال تو رو خداوند. میسراییم برای تو عیسی مسیح، میسراییم عیسی مسیح. هللویا، 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 هللویا. عظیم است عیسی، با هم گویید عظیم است عیسی، همه خوانیم عظیم، چه عظیم است عیسی. عظیم است عیسی، نام تو برتر،
خداوند ما عیسی مسیح تو را تمجید میکنیم، تو را جاودانه شکر خواهیم کرد، زیرا تو کوه ما را در قوت استوار گردانیده. پریشان حال بودم من، پریشان وار
کشتم مثال عاشق شیدا به دنباله چو میگشتم فتاد از آتش سوزان درون جسم جان من که میسوزم و میگریم چو شمعی هر شب و روزم به روی زانوان خود نشستم در حضور تو چرا میبینم آن وقت ز عهدت آید یادم طبیبانم نمیدانن علاج و مرهم دردم طبیبانم نمیدانن علاج و مرهم دردم چنان میشوزم از عشق بنیگاه بنیادم تو میدانی دلم تنها به شوق وصل تو شده است تو میدانی دلم تنها به شوق وصل تو شده است ببوسم دست دل را که نشانده یادت در یادم ثواب هر دو عالم را ببخشیدند بر آدم ثواب هر دو عالم را ببخشیدند بر آدم ز فیضش جان ما سر و سر پر ز فریاد است ای خداوند ما چه مایه شادی و سرور مایی و عشق تو را بیش از سرا می ستاییم هنوز هم دوستت دارم هنوزم عاشقت هستم هنوزم مثل اون روزها به کلام تو دل بستم هنوزم در پرستش ها حضورت میشه احساس کرد هنوزم با تو در سختی میشه عشق را معنا کرد میشه از عاشقی ها میشه رویا رو باور کرد هنوزم دوستت دارم هنوزم عاشقت هستم هنوزم در کتاب عشق به دنبال تو من هستم دوباره محو آغوشت مرا با نام صدایم کن دوباره با نگاه خود بیا فاصله رو کم کن بیا داستان عشق بیا عاشق من باش دوباره عاشق من باش
دوباره به عقب برگرد، دوباره عشق را باور کن، دوباره با ایمان خود بیا فاصله رو کم کن، بیا این فیض را دریا محبت را پیدا کن، بیا عاشق من باش، دوباره عاشق من باش. آمین. شکر. جانهای خسته ما ببار، ای روح قدوس پاک خداوند ببار، با آتش روح قدوست بر ما ببار و پاک کن، پاک کن ما رو همچن طلا، ما رو پاک کن خداوند و بزدای ناپاکی ها رو از بین ببر، ببار باران رحمتت را، ببار ای روح پاک خداوند، ببار بر افکار ما، ببار بر نگاه ما، ببار بر گوش های ما، تقدیس کن ما را خداوند با روح قدوست ای پدر، ببار ببار بانا را رحمت از را ببار ای روح قدوس خداوند، جلال بر نام تو، جلال بر نام تو، جلال بر نام تو، ببار ای روح پاک خداوند، ببار آزاد کن مردم ما را، ببار آزاد کن تمام ایرانی هایی رو که در دروغ سار های سال زندگی کردن، ببار و گوش هاشون رو آزاد کن، ببار و باز کن نگاهشون رو، ببار و قلب هاشون رو باز کن از تمامی اسارت ها، ببار ای روح پاک خداوند، ببار ای مسیح پدر، ببار با باران رحمتت ای پدر، رحمتت رو خداوند نثار قوم ما کن خداوند، خداوند ببار، ببار بر خاک وطن من، ببار و خاک وطن من رو شفا بده پدر، به قوت رامت خداوند، به قوت نامت این مسیح خداوند ببار، با قوت نامت آزاد کن ای روح پاک معجزه آسای مسیح خداوند، ببار ببار بر ما و آزاد کن ما را از تمامی زنجیرها، ما را به پرواز در بیار،
همچون کبوتری ساده دل به اوج بتونیم برسیم. ببار ای پدر، ببار بر افکار و قلب‌های ما، قلب‌های سنگی رو بشکاف به قوت نامت ای پدر. ببار، ببار باران رحمتت ای روح قدوس پاک خداوند. جلال بر نام تو، جلال بر نام تو. ببار، ببار و سیراب کن ما رو، ببار و سیراب کن جانهای خسته ما رو، ببار و مسکن کن زانوهای لرزان ما رو، ببار و بیدار کن گوشهایی که بسته است، ببار و نگاه هایی که خسته است باز کن ای پدر به قوت نامت ای روح پاک خداوند. ببار، ببار، ببار ای خداوند، ببار باران رحمتت را، ببار و مریضی ها را از بین ببر به قوت نام قدوست. پاک کن تمامی مریضی ها را، تمام خستگی ها را، تمام نیرنگ ها را، تمامی دروغ ها را. شفا را جاری کن ای روح پاک خداوند. ببار ای پدر، ببار با نام قدوست می طلبیم. ببار ای روح قدوس خداوند، ببار جلال بر نام تو. ببار، ببار و آزاد کن ما را، ببار و شفا بده ما را قوت نام تو. ببار، ببار در های آسمان بخشا. ببار، ببار در های آسمان بخشا. ملکوت تو باز شود، آنچه که در ملکوت تو جاری است بر زمین نیز جاری شود، همان گونه که در آسمانه، دقیقاً همان گونه که در آسمانه. ای پدر به نام پر جلال تو امروز دعای ما اینه، بکشا در پای آسمان خودت. هر آنکه کسی تشنه است بخونه، ببار خدا بر، ببار خدا در پای آسمان بخشا. ببار، ببار
هللویا خداوند. شکر و جلال بر نام عیسی مسیح، شکر و جلال بر نام قدوس عیسی مسیح. در متی 26 آیه از آیه 41 خدا میگه بیدار باشید و دعا کنید. این اتفاق تو باغ جتسیمانی افتاد که خدا به شاگردا گفت برای چی خوابیدید؟ بیدار باشید و دعا کنید. باغ جتسیمانی کجاست؟ باغیه که در فشار آدم، باغیه که قرار سرنوشت تعیین بکنه آینده زمین رو، باغیه که قرار جهان رو متحول و متغیر بکنه، باغیه که قرار آینده انسان رو بسازه. باغ جتسیمانی باغیه که قراره درهای ملکوت باز شدنش رو، قدرتش رو به انسان بده. باغیه که قرار از آخرین آزمایشات عبور بکنیم و میگه بیدار باشید و دعا کنید. باغ جتسیمانی رو من یه بارم تو عهد قدیم پیدا کردم، جایی که انسان به جای اینکه خدا رو ستایش بکنه برجی بنا کرد. در کتاب پیدایش باب 11 میتونیم بخونیم، انسان برجی رو بنا کرد تا به اون بتونه به اوج ملکوت برسه توسط قدرت خودش و در عرش بنشینه و خدایی کنه. خدا با دستای خودش برج رو خراب کرد. خیلی به این مسئله تفکر کردم. باغ جتسیمانی امروز چیه؟ دیدم از باغ جتسیمانی انسان‌ها یه چیز رو یاد گرفتن، برج رو بنا نکنن. اومدن فرهنگ برج رو در جهان بنا کردن. یه عده شدن جهان سومی که من فکر میکنم ما از اون دسته هستیم که از جهان سوم میایم. یه عده شدن جهان دومی، یه عده هم شدن جهان اولی و سروری میکنن و ریاست میکنن. و خدا رو نگاه کردم ببینم چجوری میخواد این برج رو خراب کنه. خیلی کار خدا قشنگ بود. اومد تمام زندگی همه ما رو در کشورامون به هم ریخت، باعث شد تمام ما به تمام اروپا مهاجرت کنیم و تمام برجشون خراب شده. زندگیشون دیگه اون زندگی سابق نیست، همه چی متحول شد. ما اومدیم همه به اصطلاح آسایش و همه چیشون به هم ریخته. توی جامعه اروپا، آمریکا، تمام جهان اولیا وقتی نگاه میکنیم همه چی قاطی شده. توی شهر دیگه یه رنگ نیست، همه یه رنگ ها هست، سیاه و سبز و سفید و همه رنگ های انسان ها. خدا برج رو چقدر قشنگ خراب کرد. من حتی نفهمیدم کی این برج رو خراب کرد و ناگه چشمامو وا کردم دیدم این خداه که همه ما رو آورده تا برج جهان اولیا رو خراب کنه. اولیش برج جسمانی بود، این دفعه برج روحانی انسانها رو هم خراب کرد. برجی رو که در روح، در فرهنگ، در زبان، در حکمت از خدا، کلام خدا پیدا کرده بودن، برج روحانی، برج حکمتی برای خودشون ساختن و یه عده رو کردن برده و بردهداری رو شروع کردن به شکل فرهنگی و اجتماعی جدید. خدا این برج رو خراب کرد. با آمدن مهاجرین به جهان اول خدا این برج رو فرو ریخت. این برج در هم ریخته و این اجتماع دیگه درست شدنی نیست. همشون موندن چیکار کنن درستش کنن؟ نمیشه درستش کرد چون خدا برج رو خراب کرد. هر کس برجی بسازه خدا برجش رو خراب میکنه. بعد به ابراهیم تفکر کردم، دیدم بعد از فرو ریختن برج اتفاقهای بعدی که میفته، ابراهیم نامی وجود داره که ایمان قوی داره، در جایی که صدومی وجود داره، در جایی که نوح کشتی ساخت و همه مسخرش کرده بودن، در نقطه‌ای که همه در بت پرستی، در خود پرستی، در افکار انسانی خودشون غرق شدن، ابراهیم پیدا شد و خدا ابراهیمو فرا خواند. از وسط این فرهنگ برج‌هایی که برای خودشون مردم ساختن، چون برج جسمانی فرو ریخته بود و برج روحانی
شروع کرد به شکل گرفتن، همونطوری که امروز میبینیم. و برج روحانی رو امروز خدا داره خراب میکنه و خراب کرده، تقریبا نقشه داره به انتها میرسه. ولی چیز جالب این بود، ابراهیم در این نقطه پیدا شد و با ایمان ایستاد در مسیح خداوند، به نقطه رسید که خدا گفت من شهر رو خراب میکنم چون توبه نمیکنه و شهر از فساد بر نمیگرده و به سمت من دعا نمیکنه. معیارهای خودش رو برای نجات و برای آرامش و برای شادی ساخته، درست کرده و با اون معیارها به جلو میره، با اون معیارها زندگی میکنه و با اون معیارها رأی اعتماد میده. و خدا گفت به همین دلیل، چون من رو کنار زدن و با معیارهای خودشون این کار رو میکنن، این شهر باید فرو بریزه. ابراهیم شروع کرد به دعا کردن، گفت اگر 50 نفر باشن، تعداد زیادی رو پیدا نکرد که در ایمان بتونن بایستن، ولی همون تعداد اندک در ایمان تونستن ایمان رو ترویج بدن به تمام انسان‌ها و همه جا، و ابراهیم بشه شروع ایمان در زمین و پدر تمام ایمانداران. یه فرق میکنه عهد قدیم و عهد جدید، عهد شریعت و عهد فیض، یه فرقی با هم داره. عهد شریعت باید بر حسب شریعت همه چیز انجام بشه، عهد جدید به فیض ما فهمیدیم مفهوم کارهای خداوند رو به فیض خدا به واسطه روح قدوس خداوند، و روح قدوس خداوند چنین میگه من میخوام شهر رو خراب کنم، ولی این بار نه با آتشی که تمام شهر فرو بریزه. دعا کنید آتش روح قدوس من بیاد، دعا کنین آتش روح قدوس من بیاد که به جای اینکه انسان بمیره، چیزی خراب بشه، وجود انسان از تمام تاریکی ها پاک بشه و به روشنایی من ملبس بشه. آیا امروز هستن کسایی که دعا بکنیم در این دوران که مانند دوران سدوم و غموره است، مانند دوران برج اوله که انسان ها برای خود برج های مختلفی می سازن و از درون برج های افکار سیاسی و اجتماعی خودشون پهلوان ها و قهرمان ها پیدا کرده و قهرمان ها رو بلند کرده و بر روی برج و صندلی های آنچنانی قرار می دن. آیا هست کسی که امروز بخواد خدا رو روی صندلی عرش قرار بده در جان و دل خودش؟ آیا هست اون انسان‌هایی که حاضر باشن بگن عیسی مسیح تنها کسیه که لایقه بر روی صندلی سلطنت بشینه، نه کسی دیگه؟ آیا جز عیسی مسیح هست کسی که لایق سلطنت باشه در وطن ما، در کشور ما، بر مردم ما؟ پس اونجاست که در اون نقطه است، وقت اون رسیده تعداد ایماندار به قوت ایمان بتونن بایستن و آتشی رو از آسمان دعا بکنن بر زمین بریزه، نمانند آتشی که بر سدوم و غموره ریخت، بلکه آتش روح قدوس خداوند. امروز احتیاج به دعا داریم، بیدار باشیم و ببینیم. مردم نمیدونن چه کار میکنن، مردم نمیبینن و نمیدونن چه کار باید بکنن. کتاب حکمت تنها کتابیه که یاد میده به ما باید چی کار کنیم، و کتاب حکمت گفته من ایلام رو آزاد خواهم ساخت، من تخت سلطنت خودم رو در ایلام بنا خواهم کرد، من در ایام آخر ایلام رو بلند خواهم کرد و اسیران رو دوباره به شهر ایلام، به کشور ایلام، به وطنشون باز خواهم گردون. ما دعامون میخواد این باشه، ای خداوند آتش روح قدوس تو بباره، آتش روح قدوس تو بیاد و بریزه. پس میخوایم با هم دیگه بخونیم ببار رو، با هم دیگه میخوایم باز دوباره بخونیم و اعلام کنیم که آتش روح قدوس خداوند بباره بر زندگی هممون، بر کشورمون، بر مردممون. میخوایم با باور و ایمان این رو دعا بکنیم.
نمیخوایم سیاسی نگاه کنیم، نمیخوایم اجتماعی نگاه کنیم، نمیخوایم برجی در درون خودمون بنا کنیم، بلکه میخوایم برج درون خودمون رو خرابش بکنیم، همونطوری که خداوند برج فرهنگی رو جهان اول و دوم و سوم رو در دنیا طوری به هم ریخته که هیچ کس نمیتونه دیگه درستش کنه، هیچ کس دیگه نمیتونه جهان اول رو به جهان اول تبدیل کنه. تمام شد، مرد، از بین رفت، شکسته شد، خورد شد. پس بیایم در درون خودمون اجازه بدیم خدا اون برج رو بشکونه و بیایم اجازه بدیم خداوند بباره آتش روح قدوس خودش رو بر جان ما، چون امید زنده است و امید عیسی مسیحه و شاه زنده است و شاه شاهان عیسی مسیحه و عیسی مسیح میگه من ایلام و ایلامی رو آزاد خواهم کرد. من باور دارم. آیا باور داری؟ پس دعای ما، سرود ما، پرستش ما این باشه بباره ای عیسی مسیح آتش روح قدوست رو خداوند، به جای گوگرد آتش روح قدوست رو، به جای مردن حیات رو بر حسب کاری که روی صلیب کردی به
همه ما دوباره عطا کنی خداوند، به جای مریضی که قبل از صلیب تو سرطان ها و مریضی های مهلک دنیا رو گرفته بود، شالوم و شفای تو رو می طلبیم خداوند. به جای گله کردن دوباره با روح قدوس تو کلمه شکرگزاری از دهن ما شروع بشه، جاری بشه. به جای علیلم ذلیلم و بدبختم و بیچارم، روح شکرگزاری و روح باز کردن و قدرت باز کردن ملکوت خودت رو به ما بده. به جای گله روح شکرگزاری، به جای مردن روح حیات، به جای کشتن روح بنا کردن، به جای دور انداختن سنگ ها روح جمع‌آوری سنگ ها، به جای همه چیز تکراری است روح ابدیت و بی انتها رو به ما بده، روح امید بی انتها رو به ما بده، روح امیدی که انتها نداره. آیا ممکنه فلج شفا پیدا کنه؟ آیا ممکنه کور بینا بشه؟ آیا ممکنه مریضی شفا پیدا کنه؟ بعد میگم آمین، همش از درون من و تو شروع میشه. اعلام کن شفا یافته هستم به نام عیسی مسیح، اعلام کن شفا یافته هستم در نام عیسی مسیح، اعلام کن شفا یافته هستم. قبل از اینکه برای کسی دریافت کنی، دعا بکنی یا اعلام بکنی، اول روح شفا رو در درون قرار بده، اول ملکوت خدا رو باز کن و خودت رو قوی کن، در جایی واقع بشو که بتونی از زیادی روغن خودت بر همه بریزی. از چیزی که نداری به کسی نمیتونی بدی، از چیزی که زیاد داری میتونی بدی. پس شروع کن، شروع کن روغندان خودت رو پر کن. روغندان تو کجاست؟ روغندان تو کجاست؟ آیا تا حالا نگاه کردی توش روغنی مونده یا نمونده؟ روغندان تو کجا گذاشتی؟ آیا یادت هست روغندان تو حتی کجا گذاشتی؟ میدونی روغندانت کجاست؟ ایمانت روی تاخچه است؟ ایمانت تو کجا گذاشتی؟ روغندانت تو کجا گذاشتی؟ رو تاخچه؟ آیا ایمان تو جایی که به یاد میده خاک داره میخوره؟ فقط شده شریعت؟ روغندانت کجاست؟ روغندانت رو به دست بگیر و شروع کن پر کردنش. با دعا روغندانت رو پر میشه. خدا تفکر میکردم، همه روزه در خدا تفکر میکنم، همه روزه در خدا میشینم فکر میکنم و میسنجم به تمام اتفاقایی که در طول روز برام میفته، در محل کار، توی اجتماع، توی خونه، توی کلیسا، به همه چی تفکر میکنم. دعا میکنم ای روح القدس به من نشون بده معنی اینا چیه، منظور تو چیه، چی قراره من بفهمم. آیا تا حالا به نقطه ای رسیدی که برگردی بگی ای خدا امیدی برای این مردم نیست،
رها کن من رو برم به سمت زندگی خودم. آیا تا حالا در این نقطه بودی که بگی ولم کن، بذار به حال خودم باشم، زندگیمو بکنم، هر چی شد شد؟ در نقطه ای که ابراهیم قرار گرفت، نقطه ای بود که دید به واقع هیچکی نیست، انگشت شمار باقی موندن، انگشت شمار باقی موندن. یه جایی به اجبار خانواده لوط رو حتی بیرون میاره، خودشون نمیخواستن بیان. یه جایی حتی خانواده لوط نمیخواستن بیان بیرون و به اجبار لوط و خانوادهش رو ابراهیم میبره. یعنی همون چند نفرم اجباری بود، همون چند نفرم با ایمان پیدا نمیشد. ولی من این رو امروز میگم، آیا امروز چند نفر هستند که به ایمان بایستن؟ نه اینکه ابراهیم اونا رو بکشه، به ایمان بایستن. چون توی دوران لوط هستیم، توی دوران برج هستیم. فقط یه ذره به دور و برت نگاه کن، جهان اول چی شد؟ کو جهان اول؟ کجاست جهان اول دیگه؟ کجاست؟ جهان دوم کجا رفت؟ جهان سوم کجاست؟ ما آزادی رو از جهان اول میخواییم، میطلبیم سازمان ناتو و غیره و غیره به ما کمک کنن و ظلم رو از کشورمون بردارن. من همیشه سوال میکنم، کی خمینی رو آورد؟ ناتو؟ شما از اونا میخواییم اینا رو بردارن؟ کی رو جاش میارن؟ همونی که کیسهشون رو بیشتر پر کنه. یه جایی رسیدم به این که تفکر کنم، ای خداوند، من برای قوم چیکار کنم؟ به من گفت فقط بایست و دعا بکن. چون در این دوران خیلی ها هستن میگن اصلا دعا فایده نداره، اصلا دعا کار نمیکنه، به چه دردی میخوره دعا کردن؟ دعا کردن چیزی رو عوض نمیکنه میگن. باید یه کاری بکنیم، باید سنگ ها رو شروع کنیم روی هم گذاشتن، برج تازه‌ای بنا کنیم، برج پیروزی که اسمش رو برج ایمان و امید بگذاریم. ولی این سنگ ها سنگ های ایمانه که ما قراره روی هم قرارش بدیم، سنگ های آزادی از تمام چیزهای جسمانی و سنگهای روحانی. سنگهای روحانی همون افرادی هستن که در ایمان باور به دعا دارن که میشه لایه‌هایی که این سنگها رو به هم میچسبونه. دعا تو رو به خواهرت و برادرت میچسبونه، دعا و محبت و عشق که شما ها رو به هم وصل میکنه. این عشق باعث میشه بنایی ساخته بشه در درون تو، تا این بنا نه به دست انسان، همونطوری که مسیح عیسی خداوندمون گفت بنایی که مسیح بنا میکنه، معبدی که مسیح بنا میکنه و معبدی که قراره بلند باشه و تو بتونی به اوج و عرش برسی و دستت به آسمان برسه و ملکوت و دربش رو باز کنی. چون باید برسی به آسمان تا در رو باز کنی. و اونجاست که دعا و اشتراک دعا در ایمان بین فرزندان خداوند، بین ایمانداران باعث میشه این سنگ ها به هم بچسبند، تا همه روزه تعداد سنگ ها بیشتر، سنگ هایی که دور افکنده شده بودن همه جمع بشن، به هم چسبیده بشن، برجی بناشه. از کجا میدونیم؟ یعقوب اولین بار که خدا رو دید شروع کرد سنگ ها رو برداشتن روی هم گذاشتن و معبدی برای خدا درست کرد و خدا رو ستایش کرد و تا به امروز اون سنگ ها باقی است. همچنان امروز اون سنگ ها باقی است، جایی که یعقوب خدا رو ملاقات کرد و پلکانی رو دید که به آسمان ختم میشه و فرشته ها بالا و پایین میرن. مکانی که تو میتونی ازش بالا بری، در ملکوت رو باز کنی، فرشته ها بیان. امروز قرار سنگ ها رو به هم بچسبونیم، امروز وقتش سنگ ها به هم بچسبه. با دعا با محبت، با دعا با محبت، با دعا با محبت سنگ ها به هم بچسبه، سنگ ها به هم بچسبه. همون سنگ هایی که همه فریسیان گفتن به مردم بگو ساکت چه، عیسی گفت
سنگ ها به صدا در میان. ما امروز به صدا در اومدیم، ما صدای دعامون بلند شده. سنگ های دور افکنده شده بودیم که کسی به ما توجه نداشت. امروز صدای دعای ما قرار به عرش برسه. امروز صدای دعای تو قرار به عرش برسه. امروز قرار از جهان سوم خدا بلند شه. امروز خدا انتخاب کرد از بین افتادگان، از بین پسمانده ها، از بین تهمانده ها، از بین خرابان جهانی، از بین کسایی که کسی اونا رو براشون ارزشی قائل نبود، خدا از اونجا قرار بلندت بکنه. پس امروز زمانشه که صدای دعای ما بالا باشه، امیدت زنده باشه. خدا داره کار میکنه، خدا میخواد کار کنه، خدا میتونه کار کنه. امید تو کجاست؟ سر کار بودم، داشتم میرفتم به خیابونا نگاه کردم. 10 ساعت توی خیابونا داشتم نگاه میکردم. یه دفعه دیدم چشمای روحانیمو خدا وا کرد، شروع کردم به خندیدن. یه روب میخندیدن، گفتم الان هر کی من ببینه میگن دیوانه است. نگاه کردم دیدم کشوریه که من وارد شدم یه دونه موسیاه نمیدیدم، الان موی بلوند نمیبینم. همش شد جهان سومی. کارهایی رو که به بهانه میدادن خودشون نیستن، خانه هاشون رو بردن خارج از شهر. جهان اول رو تسخیر کردیم و خدا زد شکون جهان اول رو. خدا برج رو خراب کرد. چطوری؟ خودمونم نفهمیدیم. چه وقت؟ من نمیدونم. کارهای خدا خیلی عجیبه، کارهای خدا خیلی عجیبه. چطوری ایران ما رو میخواد آزاد کنه؟ یه روز قراره بفهمیم و با هم صحبت کنیم و بخندیم و بگیم واو، این ریختی بود؟ اینجوری میخواستی آزاد کنی؟ من که بلد بودم، چرا از اول به من نگفتی این راه رو برم؟ خدا کاراش عجیبه، خدا کاراش خیلی عجیبه. خدا ایران ما رو میخواد آزاد کنه، خدا بدن تو رو از مریضی میخواد آزاد کنه. راهاش عجیبه. خدا میخواد تو رو از مشکلات اجتماعیت رهایی بده. خدا میخواد تو رو از ناشناس بودن در بیاره و دوباره هدفمندت کنه. خدا میخواد نام تو رو بلند کنه. ولی نامت وقتی بلند میمونه که نام او برتر از تو باشه. اگه نام مسیح عیسی بالای سر تو نباشه، اگه نام دیگه بالای سرت باشه، نام تو بلند نخواهد شد، بلکه برجی فرو ریخته اعلام میکنم خواهد شد و نبوت میکنم. هر نامی به غیر از نام عیسی بالای سر تو باشه، برج تو فرو بریزه در نام عیسی مسیح. اعلام کن. چه خوشش بیاد کسی چه نیاد، جز نام عیسی مسیح نامی نیست، جز خدای ما خدایی نیست. آیا شجاعانی هستن مثل ابراهیم که بتونن با جسارت و شجاعت در ساعتهای قموره، در ساعت‌های برج، در ساعت‌های ساختن کشتی نوح بیستند و بسازن آنچرا که خدا میگه بساز؟ آیا هستن کسایی که سنگ‌ها رو جمع کنن با ملات حکمت و عشق خدا به فیض اینا رو به هم بس کنن؟ خدا میگه من هستم با تو، چون من هستم آن که هستم و تو نمیتونی تعیین کنی سرنوشت چه خواهد شد، بلکه سرنوشتی رو که وجود داره و واقع خواهد شد که فیض من انتهای اوست، بپذیر و در جاده من با من هم سفر باش. حاضری با من هم سفر باشی؟ ای هم سفر. شعری داشتیم از ستار که میگفت هم سفر تنها نرو، بذار تا من هم بیام. یادتونه؟ همه دوست داشتیم شعر ستار رو میخوندیم، هم سفر تنها نرو بذار تا منم بیام. عیسی مسیح وایستاده برای من و تو. عیسی مسیح وایستاده برای من و تو. هم سفریه که نرفت، تنها هم سفریه که روی صلیب جان خودش رو داد، تنها هم سفریه که با عشق هر چی اشتباه میکنیم باز دوباره میگه بیا قطار من وایستاده، بیا سوار شو. قطار من وایستاده، بیا سوار شو. من عجله ندارم برم، من قطار رو نگه داشتم برای اینکه تو هم سوارش بشی.
من صلیب رو حفظ کردم برای اینکه تو بتونی دستت بگیری. تو قرار نیست تا آخر حملش کنی و در انتها روش بری. تو فقط قراره یه تیک حملش کنی، یه قسمت از راه، یه قسمت کوچیک رو، فقط یه کوچولو. اونم نه به خاطر اینکه من از خود راضی هستم، به خاطر اینکه میخوام راه پیروزی رو به تو یاد بدم، راه امید رو بهت یاد بدم، راه جنگیدن حقیقی رو بهت یاد بدم، راه ایمان رو بهت یاد بدم. برای همین بعضی موقع از جاده های پرپیچ و خم تو رو میبرم، تو رو مستقیم از مسک آزادت کنم نمیبرم. اگر فکر میکنی طول کشیده ایلام تو آزاد بشه، مردم تو آزاد بشن، از راه پرپیچ و خم دارم میبرمت، فقط برای اینه که ایمان تو پیدا کنی، به من توکل کنی، نام من رو بر فراز سر خودت قرار بدی و به واسطه یه نام من ایران آزاد شه، تا ایران تو دوباره خمینی دومی نیاره ناتو واسش یا هر کسی دیگه و هر تفکر دیگه ای. این منم که جلو گرفتم، این منم که نمیذارم این دفعه برای خودت برجی بسازی، این منم که اجازه ندادم برجهای تو ساخته بشه، کسی دیگه نیست، آدم نیست، این منم که پیروزی رو برای تو اونجوری که من میدونم دارم فراهم میکنم. متحمل باش ای فرزندم. عیسی مسیح میگه متحمل باش ای فرزندم. اگر در درد و غم و مریضی به سر میبری، عیسی مسیح میگه فکر کردی من روی خودم رو از تو برگردوندم؟ مگه نه؟ میگه بارها و بارها شنیدم از تو به من میگی تو روی خودتو از من برگردوندی، تو دیگه منو دوست نداری. عیسی مسیح میگه فرزندم اندکی صبر کن، اندکی صبر کن، اندکی صبر کن، دست من بر گونه تو واقع خواهد شد و شالوم من از گونه تو به واسطه محبت و عشق و ایمان و ایستادگی جاری خواهد شد. پس اونجاست، اگر در سختی به سر میبری، اگر در درد و رنج داری به سر میبری، اگر در مریضی ها و مشکلات اقتصادی و خانوادگی به سر میبری، اگر در جای قرار گرفتی که فکر میکنی نمیدونم چی کار کنم، از برجت، از سکوت پایین بیا. عیسی مسیح در متی 26 از آیه 41 میگه بیدار باشید در باغ جتسیمانی و دعا کنید. میخواییم بیدار باشیم و دعا کنیم، دعا کنیم برای سنگ ها که به واسطه ی عشق به هم وصل بشن، دعا کنیم برای برجی که به فیض ساخته بشه، دعا کنیم برای برجی که در اتحاد عشق در کنار هم قرار بگیره، دعا کنیم برای برجی که به دست خدا ساخته بشه، دعا کنیم که معبد خداوند، برج خداوند، همونطوری که گفت من ظرف 3 روز با دستای خودم این برج رو بنا خواهم کرد. همه گفتن این برج 46 سال طول کشید ساخته بشه، تو چه جوری میخوای 3 روز بناش کنی؟ 3 ماه دعا، 3 ماه دعا، 3 ماه روزه و دعا، به هر شکلی روزه و دعا، هر که هر روزه ای میتونه بگیره، 3 ماه روزه و دعا از همین الان، 3 ماه روزه و دعا. دفعه پیش خدا گفت بگم روزه بگیریم، 5 نفر روزه گرفتن، اینو دوران ابراهیم هیچکی پیدا نشد. ایمان دارم این دفعه بیشتریم، ایمان دارم این دفعه بیشتریم. 3 ماه روزه و دعا، نه روزه ای که هیچی نخوریم، همه روزه، روزه و دعا، هر کس بلد نیست سوال بکنه، 3 ماه روزه و دعا، 3 ماه روزه و دعا. از هفته دیگه غذای ربانی رو 3 ماه هر هفته میخوریم در کنار هم در نام عیسی مسیح، به نام قوتمند مسیح عیسی. 3 ماه روزه و دعا، 3 ماهی که قرار این برجی که خدا گفت ظرف 3 روز میسازم، آمین، امسال بنا بشه در بین ما در نام عیسی مسیح، اون برج خدا، اون معبد خدا ساخته شه بین ما. 3 ماه روزه و دعا، 3 ماه خشم از خودت دور کن، 3 ماه تنفر رو از خودت دور کن، 3 ماه داوری رو از خودت دور کن، 3 ماه نفاق رو از خودت دور کن، 3 ماه
همه فکرای منفی رو از خودت دور کن. سه ماه نگو من مریضم منو بکش. سه ماه نگو من علیلم. سه ماه نگو من بدبختم اقامت ندارم. سه ماه نگو من ناشناسم. سه ماه فقط بگیم شکر بر نام عیسی مسیح. سه ماه شکرگزاری کنیم. سه ماه دعا کنیم. سه ماه دعا کنیم معبد خداوند بیاد. اون معبدی که خودش وعده داد من با دست خودم میسازم. من دنبال برجی که انسان داره میسازه و برای یک انسان صندلی درست کنم، یک یا یک گروه، و بنشونن در اوج تخت سلطنت پادشاهی برای من نیستم. من دنبال سلطنت شاه شاهان عیسی مسیحم. همینو بس. من هیچ کسی دیگر قبول ندارم، چون دیدم تاریخ ثابت کرده 7000 سال هر آن کس که بیاد موفق نخواهیم بود، ولی وقتی خدا بیاد، چون خدا گفته در اول تثنیه، خدا گفت من شاه قوم و شما مردم من، و مردم گفتن ما پادشاه میخواییم، و خدا گفت همونی که خواستید بشود، و شاول آمد. ولی این بار من یاد گرفتم من جز عیسی مسیح شاهی رو نمیخوام، من شاه شاهان رو فقط قبول دارم. من عیسی مسیح رو قبول دارم، چه آدم خوشش بیاد چه آدم خوشش نیاد، چه تنها بمونم. ابراهیم هم تنها بود، چه تنها نباشی. پس در نام عیسی مسیح تخت سلطنت عیسی مسیح رو طبق کلامش بر ایلام اعلام میکنم، نه هیچ پادشاه دیگه ای. تخت سلطنت عیسی مسیح رو اعلام میکنیم. تخت سلطنت عیسی مسیح رو در زندگی روحانیم، در زندگی جسمانیم، در تمام حیاتم، در روحم، در جسمم، در جانم اعلام میکنم، نه هیچ آدم دیگه ای. چجوری خدا میخواد تختشو بیاره اونجا؟ به من هیچ ربطی نداره. چجوری جهان اول رو برجشو خراب کرد؟ چجوری جهان اول رو تبدیل کرده به جهان سوم و خودشون موندن متحیر و مات و مبهوت موندن؟ چجوری اینجوری شد؟ به من چجوری میکنه؟ من باور دارم میکنه. من باور دارم میکنه. من باور دارم میتونه. خدا گفته ایلام رو کمانشو میشکنم و از نو بنا میکنم. کار من اینه که مانند هر کسی که یه کاری داره، کار من یه چیزه. در شغل خودم اینو یاد گرفتم. اوائل فکر میکردم همه چیز به من بستگی داره، همه یه بار روی منه. بعد دیدم نه، قسمت‌های بسیار مختلفی توی کار وجود داره که هر کس اگه کار خودشو نکنه من درمانده میمونم و همه چی به هم میریزه. پس من کار خودم رو بکنم و با اونها متحد همدل باشم، بذارم اونا هم به من کمک کنن و ما به هم کمک کنیم و ما با هم دیگه این کار، این شغلی رو که من دارم پیش ببریم، شروع کنیم و به انتها برسونیم. قواعد رو رعایت کنیم، قوانین رو احترام بذاریم، اونجوری که خودشون هست، خدا گذاشته، این و همون قوانین رو بریم. و پیروزی، موفقیت رو دیدم، آرامش رو دیدم. امروز در اجتماع هم همینه، در جامعه هم همینه. به من ربطی نداره خدا چجوری بیرون از کلیسای ما یا هر کلیسایی داره کار میکنه. من فوکوسم روی چیزه، بیدار باش، ببین دوران برج بابله، ببین دوران ساختن کشتی نوحه، ببین دوران شروع کار عظیم خدا در ابراهیمه. اشتباه ابراهیم رو نکن، اشتباه نوح رو نکن، اشتباه بابل رو نکن، اشتباه سدوم و غموره رو نکن، اشتباه نبوکدنصر رو نکن، اشتباه هیرودیس رو نکن، اشتباه تمام کسایی رو که خدا به ما نشون داد نکن. گذاشت اشتباه بکنن تا برای من درس بشه، جاده اشتباه رو نرم. گذاشت برج رو بسازن تا یاد بگیرم اون برج رو بنا نکنن. گذاشت بر حسب شریعت سر هم دیگر رو ببرن تا من یاد بگیرم با دعا و محبت بنا کنم. سنگ ها رو به هم با دعا و محبت بچسبونیم. سنگ ها رو بچسبونیم.
هممون در جاهای سختی قرار داریم. بعضی موقع در جاده‌های قرار می‌گیریم که احساس می‌کنیم همه چیمون رو از دست دادیم. در جای قرار می‌گیری که احساس می‌کنی همه به ضدتن. در جای قرار می‌گیری که حتی خانواده شخصی خودت بر ضد تو هستن. خدا میگه دارم ایمان تو رو قوی می‌کنم. خدا میگه دارم تو رو بنا می‌کنم، تو رو که خودت خبر نداری. تو قراره بشی سرباز دعای من، تو قراره بشی سرباز عشق من. هستی، قراره به اون شکل تبدیل بشی. تو قراره به دعای خودت هر جا آسمان رو باز کنی باز بشه، هر جا زمین رو باز کنی باز بشه. تو قراره به دعای خودت اعلام بکنی و از نردبان و از پله های برکت ملکوت به زمین مانند یعقوب، چیزی که یعقوب دید، فرشته ها رو ببینی. تو قرار چشمان روحانیت باز بشه. سختی رو سختی نبین، سختی رو ترقی ببین. سختی رو مشکل و یک مانع اجتناب ناپذیر نبین، سختی رو ترقی ببین. از سختی یاد بگیر چجوری از پله ها بالا بری. تو سختی یاد میگیری وقتی سرت روی سنگه، پله ها رو ببینی و ملکوت رو ببینی. ما پیروزیم چون محکوم به پیروزی هستیم. ما امید داریم چون محکوم به امید زنده و جاودانه هستیم. ما محکومین خداوند به پیروزی و نجات هستیم. محکومین خداوند به آزادی کامل ایلام و پادشاهی عیسی مسیح هستیم. ما محکوم به پیروزی هستیم در نام عیسی مسیح. پس میخواییم با هم اعلام کنیم، ببار 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 آتشت رو بر ایران، نه مانند صدوم و غموره خراب بشه، بلکه آتش روح قدوس تو بر صدوم و غموره و ایران بباره. با تمام دلت این دعا رو بکن. که روی صلیب برای من داده شد، جز اون پرچم هیچی نمیتونه من آزاد کنه. جز صلیب چیزی برای آزادی وجود نداره. هویتی جز
هویت عیسی مسیح و صلیبش رو ندارم برای خودم. هویت من صلیب عیسی مسیحه، وطن من ملکوت آسمانه، جایی که ازش آمدم و آنجا خواهم رفت، جایی که قراره در زمین دوباره از نو بنا بشه و در اون هزار یا هزاران سال ساکن بشیم. وطن من آسمانه، جنس من از مسیحه، رنگ پرچم من رنگ خون عیسی مسیحه. به ضرب شلاق‌هایی که بر تمام وجودش و بدنش زدن، تمام خطوطیه که روی بدنش ایجاد شد، تمام زخمایی که بر وجودش خورد، پرچم من بدن عیسی مسیحه، هویت من خون عیسی مسیحه، DNA من خون عیسی مسیحه، وجود من باورم به خدای یگانه مسیح عیسیست، تنها کسی که با اختیار آزاد جان خودش رو برای آزادی من داد. قهرمان من عیسی مسیحه، پهلوان من عیسی مسیحه. چیزی که میتونه سنگ ها رو دوباره به هم بسل بکنه عیسی مسیحه و فیض اوست. امروز خدا دعوت میکنه در نام عیسی مسیح، به دنیا نگاه کن چجوری همه چیز رو ویران کردم. هیچکی نمیدونه چجوری این اتفاق افتاد. همه ی نقشه هاشون رو برهم زدن، همه ی نقشه هاشون رو برهم زدن، دوباره برجشون رو خراب کردم. برای خودت برجی نساز که روزی نرسه خدا خرابش کنه. به دنبال برج درونی خودت نباش، چون خدا خرابش میکنه. به دنبال برجی باشیم که خدا وعده داد قرار بر زمین رو ظرف 3 روز برای ما بنا کنه. دعای من برج و معبد خداونده که در وجود تک تک ما، تک تک کسایی که پیغام برای جانشون هست، تک تک کسایی که میبینن میشنون از هر جای دنیا، تک تک کسایی که تشنه اون حقیقت درونی خدا هستن، بازی مسیحی دیگه بسه. خسته شدیم از بازی کردن، از هم کردن اسم مسیحی بودن، خسته شدیم. میخوایم به درجه جدیدی نائل شیم، میخوایم به نقطه جدیدی برسیم. هر کاری کردیم خوب بود و نیکو بود تا حالا، ولی میخوایم یه پله بالا بریم. ما میخوایم از پله‌ای که یعقوب دید یه پله بالاتر بریم. بازی ها دست برداریم و به نقشه خداوند رجوع کنیم. نقشه خداوند برای ما اینه، خدا به تو میگه میخوام شروع کنم معبد رو ساختن، چند نفر هستن که ببینند، بیدار باشن، دنیا رو ببینن، مشکلات رو ببینن. آیا تو سیاسی هستی؟ آیا تو اجتماعی هستی؟ فرقی نمی کنه نگرش جسمانی چیه، همه رو بزن کنار. اگر ایمان داری ایمانتو از روی تاقچه بردار، ایمانتو از روی تاقچه بردار، روغندانتو از روی تاقچه بردار. اگر ایمان داری به جای این که در به در دنبال چوب چشم درون دیگران هستی، به من میگم بابا رامین قضا به همون بده، میگم دخترم پسرم اینایی که دارم بهت میگم مگه استخون دارم بهت؟ اینا قضاست. شما شاید دنبال استخون میگردی، اون سگان که استخون میخورن، فرزندان خداوند قضا میخورن. پس اونجاست که قضا این رو میگه، چشمت، دلت، قوتت، جانت برای ساختن معبد سوم ظرف 3 ماه، ظرف 3 روزی که خداوند گفته. آمین. همه رو با هم بدوزیم برای اون معبد. آمین. همه رو با هم بدوزیم برای اون روز. 3 ماه، 3 ماه، 3 ماه خیلی زیاده. 2 روزه، 2 روزه، 3 ماه هر هفته غذای ربانی رو بخوریم. غذای ربانی نه به عنوان یک کار آداب و رسومی که همه انجام میدن، با دل و جانمون از بدن خدا بخوریم، نه از یه تیک نان و از یه ذره شراب داخل یه لیوان. با تمام دل و جان، طوری تشنه باشی که اگر میبینی نیست
بیچاره بکنی که غذای ربانی این هفته ما کجاست. غذای ربانی توی این سما نه فقط در نان و شراب، بلکه در اتحاد عشق، بلکه در اتحاد دعا، بلکه در اتحاد محبت که قرار اون سیریش اون چسبی باشه که سنگ‌ها رو به هم وصل کنه تا این سنگ‌ها بشن اون برجی که خدا گفت. و در آخر سما خدا بیاد و دستش رو بر روی این خانه بگذاره و بلند کنه خانه رو و بگه این خانه ای خانه ایست که نام من درش بالاست. این خانه خانه دعاه و بتونیم اعلام بکنیم با شوق، با سرافرازی و بگیم خانه ای که من درش دعا میکنم خانه دعا و خانه پدر منه که مس عیسی مسیح برونه. اون خانه رو میخوام، خانه ای که پر از مسه، خانه ای که پیاله ای داره و پیالهش تو دستشه. به من میگن درس بده، میگم چند بار خوندی اینو؟ میگه وقت ندارم. بخون، دعا کن، روزه بگیر، جوابشو خدا میده، سر کلاس ها قرار بفهمی. تو نخونده میخوای بدونی. ما همیشه زحمت نکشیده میخوایم به دست بیاریم، ما همیشه نکاشته میخوایم درو بکنیم. پس شروع کنیم، شروع کنیم روغندان هامون رو به دستمون گرفتن، شروع کنیم با روغندان هامون با دعا پرش کنیم، با خوندن پرش کنیم، با حکمت پرش کنیم، با عشق پرش کنیم. جوونا رو توی خیابون میبینم، دیروز یه نفر رو دیدم شلوارش اینجا بود، من فقط یه رب داشتم میخندیدم که جریان چیه، این اینقدر دنبه بیشتر نداشت، این چیه تا اینجا وسته که چی؟ به من نگاه کنین، مردم محتاج توجهن. اون پسری که من دیدم محتاج توجهه، برای این گونه خودش رو پوشش میده، نه برای اینکه خوبه و قشنگه چون بسیار کریه و زشته، برای اینکه منو ببینین. امروز من این رو به شما میگم، همه ما احتیاج داریم دیده بشیم، همه ما احتیاج داریم محبت بشیم، هممون احتیاج داریم یکی بگه دوست دارم، به یادتم، به فکرتم، عاشقتم. فکر کردین فقط شماها احتیاج دارین؟ من احتیاج ندارم. فکر کردین فقط وظیفه منه به شماها بگم؟ یا آیا وظیفه هممونه به همم به هم بگیم؟ میریم خودمون رو تو آشیانهای خودمون، تو لاک خودمون قایم میکنیم، از لاک خودمون مثل لاک پشت بیرون بیای. زندگی توی لاک نیست، سرتو بیرون بیاری یه دفعه میبینی تو دهن نهنگی. پس در نام عیسی مسیح شروع کنیم سه ماه با دعا و روزه. آمین. اون بچه، اون جوان احتیاج به دیدن داره، دیده شدن داره، توجه داره، محبت داره. فقط دلیلش این بود. فراموش کنین مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و پوشش، اصلا فراموش کنین. اون میخواد دیده بشه، تو میخوای دیده بشی، من میخوام دیده بشم. و چیزی نیست تو دیده شدن که ما رو بلند میکنه جز محبت. بیایید هم دیگر محبت کنیم، بیایید در نام عیسی مسیح، در محبت، در پرستش، در با هم بودن. یکی از دلایلی که وقتی دور هم هستیم غذایی تهیه میکنیم و با هم میخوریم، یکی از دلایلی که پیشنهاد ما اینه که بمونیم و با هم یه چیزی بخوریم، این نیست واسه اینکه نظری کسی داده، اینه که با هم و در کنار هم باشیم، با هم بمونیم، نه فقط زمان پرستش، نه فقط زمان موعظه یا دعا، بلکه بعدش که اون چسبی رو که خدا بین سنگ‌ها زده با این رفت و آمد بین هم دیگه چسب خشک بشه و سنگ‌ها به هم بچسبن. همه قراره کار کنن فردا، همه همون یک ساعت با هم یه چیزی خوردن باعث میشه به هم بچسبیم، چسبمون خشک بشه، در کنار هم با هم رفت آمد کنیم. تو جهان سومی نیستی، تو آدم پستری نیستی، تو کوچکتر از جهان اولیه نیستی، تو کمتر از بهتره نیستی، تو
تو شاهزاده خداوند. هللویا. تو شاهزاده هستی. احتیاجی نیست دنیا لقب شاهزادگی به تو بده. خدا لقب شاهزادگی به تو داده. خدا میگه تو شاهزاده من هستی. دخترم، پسرم، تو شاهزاده من هستی. چرا ناامید شدی؟ گریان مباش، هراسان مباش، ترسان مباش. معبد خودم رو در درون تو بنا خواهم کرد. اجازه بده معبد خراب بشه، این معبد خراب بشه تا من معبد خودم رو در دست زندگی تو بنا کنم. باید معبد درونید. اگر در جاهای سخت زندگیت هستی، اگر خیلی چیزا تو زندگی طول میکشه، چرا نمیفهمی خدا گذاشته معبد تو خراب شه؟ چرا دنبال این هستی که درستش کنی؟ ببین داغونش میکنه، آخر میفته به دست رومیا که با آتش بسوزونن نابودش کنن. هر آنچه که بسازی قراره ویران بشه، چون خدا گفته من قرار معبدی برای تو بنا کنم، در درون تو بنا کنم. برای چی دور هم جمع میشیم و دعا میکنیم و از حکمت خدا به شکل موعظه گوش میکنیم؟ قصه ایه که بعد از یه رو بیادمون بره، یا زندگی یه در حکمت خداوند که سر لوحه جادمون قرار بگیره. شروع کنیم باهاش زندگی کردن، شروع کنیم باهاش زندگی کردن در نام عیسی مسیح. آیه های قوت این هفته ما، ما قرار آیه های قوتمون رو داشته باشیم. آزیتای من قرار هفته دیگه باشه در نام عیسی مسیح، اعلام میکنم هستش و خودش موعظه میکنه. ولی آیه های قوت رو خودش میخونه، هم اول هم آخر، یا هر جوری که خودش بگه. آیه قوت امروز ما قراره یه پرستش دست جمعی باشه با هم، که خداوند بباره و خداوند بیاد و معبد رو در جان و جسم من شروع کنه به بنا کردن. خودت رو فروتن کن، اجازه بده معبد و افکار جسمانی تو خراب بشه تا خدا دست به کار بشه معبد رو بسازه. سه ماه روزه و دعا، سه ماه روزه و دعا، سه ماه روزه و دعا از همین امروز، سه ماه روزه و دعا برای فرزندان خداوند، برای ابراهیم های خداوند، برای ساره های خداوند، برای نبیه ها، برای نبیه ها، برای رسول ها، برای رسولان. سه ماه روزه و دعا برای پتروس ها، برای یوحنا ها، برای یعقوب ها، برای مریم ها. سه ماه روزه و دعا. هر آن کس که فرزند خداست و میخواد اون معبد درونش ساخته شه، ما میخوایم اون معبد رو مانند پنتیکاست اعمال رسولان در جسم امروز در سال 2023 با چشم و جسم و خون و روحمون لمسش کنیم. ما میخوایم اون پادشاهی بیاد، ملکوتش در درونمون ساکت شه. من ملکوت خدا رو در زندگیت اعلام میکنم، من پادشاهی خدا رو در زندگیت اعلام میکنم، در تاریکترین نقطه اجتماعی و سیاسی جهان برای کشور و وطنمونه. من ملکوت رو در همین سال اعلام میکنم. در اوج تاریکی روشنایی باشه، چون تو تاریکی نباشه تو روشنایی رو تشخیص نمیدی. وقتی که تاریک تاریکه میبینی، نور رو میبینی. ولی من نمیخوام فقط روشنایی رو ببینم، من میخوام خود خورشید رو نیز ببینم. در قسمتهایی از کره زمین هست، بهش تفکر کردم، خداوند در یک جاهایی هست همیشه روزه، ولی هیچ وقت خورشید رو نمیبینی. من اون روز رو نمیخوام، من روزی رو میخوام که خورشید بالای سرم قرار بگیره. من روزی رو میخوام که ملکوت خدا فیکس بالای سر من باشه و بتونم ببینم، بازش کنم، از پلکان بالا و پایین برم. من دنبال بازی نیستم، من دنبال تغییرم، من دنبال نام نیستم، من دنبال ماهیت اصلیم، پسر خدا، فرزند خدا که میتونه وارد ملکوت شه، خارج و داخل بشه. من دنبال اونم. تو دنبال چی هستی؟ تصمیم تو بگیر. سه ماه دعا و روزه تا بتونیم در این سال سخت و سیاه و تاریک و ننگین درهای آسمان رو باز کنیم، ملکوت رو باز کنیم. بباره خداوند، بباره خداوند، بباره خداوند. با هم دیگه در این دنیا
های مقموم و فانی فریاد کنم به سوی سما، من افسرده در زیر گناهم، خدا بند آور من رحمم. خداوندم یوغ تو چه زیباست، هم سبک و هم جاودانی، در یوغ تو نیچیش رنج و عذاب، همه عشقست و همه فداکاری، همه عشقست و همه فداکاری. که لعنت رو از من زدودی
جلال، شکر جلال عیسی مسیح خداوند. هللویا. شکر برای این موعظه زیبا که در قلب و جان ما کار کرد. برکت گرفتم من خیلی از این موعظه زیبا. زمان این فرا رسیده که هدایای خودمون، اون چیزی که خداوند در قلبمون گذاشته، به خداوند تقدیم کنیم. هر کس که میتونه و دوست داره میتونه از طریق سویش کلیسا به کلیسای فیلادلفیا اون هدایای خودشو تقدیم کنه. کسانی هم که به صورت نقدی میخوان این کار بکنن، خادمین خداوند هستن و این هدایا رو جمع آوری کنن. شکر واسه وجود تک تکتون. شکر و جلال بر نام اعظم عیسی مسیح. شکرگزار تو هستیم خداوند، ای پادشاه، شاه شاهان، پدر سرمدی ما. شکر و جلال، شکر، شکر برای نجات عظیمی که از تو داریم پدر. شکر تو آرامی دلهای مایی خداوند. شکر برای فیض تو پدر که هیچی نداریم خداوند، ولی فیض تو ما را کافیست پدر. شکر خداوند، شکر برای فیض عظیمت پدر. شکر ای خداوند، ای خدای قدوس، ای خداوند پرجلال، تو رو می ستاییم پدر. شکر گذاره تو هستیم پدر. شکر برای این پرستش های امروز خداوند. شکر برای کلام روح قدوس تو که با جانهای ما کار میکنه پدر. شکر برای آرامی تو پدر. شکر برای قوت روح قدوست خداوند. هللویا ای خداوند، شکر گزار تو هستیم. هللویا پدر، تو رو می ستاییم، تو رو می پرستیم خداوند. هر آنچه که داریم از تو داریم، تو شاه شاهان،
تو پدر سرمدی ما، هر آنچه که داریم از تو داریم، تو که بر همه چیز سر و متعال هستی، ای پدر نام تو رو بلند میکنیم، چون نام تو عظیم تر از هر نامی که در آسمان، بر زمین و بر زیر زمین به عالم داده شد. خداوند شکر بر این نام تو که بر ماست، عیسی مسیح، شکر بر نام تو که سر ماست. خداوند شکر بر کاهنی اعظم همچون تو که بر تخت پادشاهی خداوند داریم. پدر شکر گزار تو هستیم، شکر گزار تو هستیم، شکر بر نام قدوس تو خداوند، شکر بر قدوسیت تو، برای جلال تو، برای ملکوت تو پدر، شکر خداوند، شکر گزار تو هستیم ای پدر، ای خداوند، ای پدر ما، پدر آسمانی ما، پدر ما کوچکان به حضور تو میاییم پدر، با روح توبه، با روح توبه پدر، با روح فروتنی پدر، به حضور مبارک تو میاییم خداوند، تویی که عظیمی پر جلالی، در این هستی عظیم تو، در این عظمت بیکران تو خداوند، ما هیچیم، ناچیزیم ای خداوند، به حضور تو میاییم پدر، ای شاه شاهان، ای شاه شاهان، به حضور تو میاییم، ای تخت نشین اعظم، به حضور تو میاییم پدر، خداوندم ما کوچکترین ها به حضور تو میاییم پدر، به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح اعلام میکنم پدر که اون ستونی باشیم در معبد قدوس تو، همان ستونی که تو بر کلامت گفتی، به نام عیسی مسیح کلیسای ما اون ستون باشه در معبد قدوس تو خداوند، پدر ما رو به مکانهای قدوس خودت بالا ببر ای خداوند، ما رو به مکانهای بالای خودت بالا ببر پدر، به فیض عظیمت، به محبت عظیمت، به عشق عظیمت خداوند ما رو بالا ببر پدر، به محبت عظیمت کلیسای ما رو برکت بده، به فیض عظیمت پدر شفاعت و بریز بر کلیسات خداوند، به محبت عظیمت خداوند تو ما رو برکت بده پدر، پدر به فیض عظیمت جلال تو بیاد خداوند، به فیضت جلال تو بیاد پدر، به فیضت، به محبت عظیمت خداوند حضور تو رو می طلبیم پدر، حضور تو بر جانهای ما باشه پدر، همچون شیرینی و عسل بچشیم ای خداوند، شکر گزار تو هستیم پدر، شکر، هللویا خداوند، شکر برای تمام برکاتی که از تو داریم، شکر برای همه معجزه های تو، شکر برای تمام کارهای عظیم تو که با ما میکنی پدر، شکر برای دستان مبارک تو که بر جانهای ماه، بر خانه های ماه پدر، به نام عیسی مسیح خداوند حصارهای کلیسای فیلادلفیا فرزندان تو بلند کن خداوند پدر، ما رو با زره قدوس خودت بپوشان پدر، گرداگرد ما همچون سپر باش بیس خداوند، ای خداوند دعاهای ما رو به حضورت، به درگاه تو قبول کن خداوند، تک تک فرزندانمون، فرزندان این کلیسا رو پدر تو به نام بخوان، به نام بشناس پدر، پدر نام کلیسای ما، فرزندان کلیسای ما بر سنگ سفید تو حک بشه پدر، ای خداوند کلیسای ما کلیسای باشه که در ملکوت تو کار کنه و سهم داشته باشه به نام عیسی مسیح خداوند، ای خداوند شکر گزار تو هستیم پدر،
پدر شکرگزار تو هستیم، شکر برای تمام برکاتت پدر، هر آنچه که داریم از تو پدر، هر آنچه که هست از تو خداوند، هر آنچه که به حضور مبارک تو میاییم پدر، چیزی که تو به ما دادی اول خداوند، سهم متعلق به توه، هر چی که هست متعلق به توه خداوند. پدر خداوندم تو به فراوانی خودت، به محبت عظیمت به کلیسای ما فراوانی ببخش پدر، برکت و فراوانی تو رو اعلام میکنیم پدر، ثروت و سلامتی کامل تو بریز بر این کلیسات به نام عیسی مسیح، شالوم کامل تو بریز بر این کلیسا به نام عیسی مسیح و بر تک تک فرزندانت بر این کلیسای خداوند به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح. آمین آمین. می‌نهم به پایت عیسی با تمام دل، آن جوانه که تو در قلبم نشانده ای، دانم چون شروع کردی تو کارینو در من، با امانت تکمیل شود چون تو زنده ای. میرهم زندگیم را به دست قدوست ایسا، نرفته تسلیم ارادت گردن، تو مرا فرا خوانده ای به عمرهای خود، تو به من بیاموزانی رازهای عجیب، آن که مکشوف گردانیده سر آسمان، که خالی گشت حتی تا مرگ بر صلیب، تو حیات و روح و هستی، نور و شفا و هستی، تشنه حضور تو هستم، آن که دورم را بینا کرد، آن مور راه یا کرد، جای به تو من را در
جلال. شکر و جلال عیسی مسیح خداوند. آمین. زمان این رسید که تولد فرزندان خداوند رو جشن بگیریم. شکر واسه فرزندان خداوند که خداوند این خواهر برادرها رو به ما داد. درست از یک خون نیستیم، اصلا فامیل نیستیم، شاید توی شهر هم زندگی کردیم، اما همدیگر رو اگر می‌دیدیم حتی شاید به هم سلام نمی‌کردیم. اما امروز این خواهرها و برادرای ما شدن عزیزانی که ما بسیار بسیار دوستشون داریم. دعوت می‌خوام بکنم از شیمای عزیز. اومدی، خوش اومدی، بیای روی مهراب. نوید عزیز، آقا شما که کنارشم هستی بیا. من بعداً اینجا با هم. آقا پسرو، آقا پسرو، مهداد عزیز کوش. نه همینه میگی. مهداد ندیدین؟ مهداد عزیزم. مینا جان تشریف میارید. آها ببخشید اینجا گفت. آمین، میخوایم براشون دعا کنیم. تشریف بیارید. اینجا برای من نوشته بودن مینا، ولی نگفته بودن کدوم مینامو. دلال برنسی سحر عزیز، تارا جان شما خودتون تشریف بیارید. میخوایم براتون دعا کنیم در نام عیسی مسیح. سهیل عزیز کجاست؟ سهیل هفتش؟ خب اما در نام عیسی مسیح براشون دعا میکنیم که متاسفانه و سهیل اون نیستش، رفت خونه. یوحنا آمین آمین. آقا میخوام لعنا میستم اصلا دو قلوه روانی. من شمو میارم، تو بیا برو شمو بیا. شم بیا، من میرم شم میارم، بیا. تو خیلی خوبه، تولد من مادر. آره سهیلمون اینم هشتمیش. تو ماش می ما هشتمیش شما. آ مهدادم نیومد. آمین. واقعیه؟ من برم شمو بیارم. برم خوشم بیارم. شکر، شکر و جلال، شکر و جلال، شکر و جلال. من کسی دیگه هست تولدش باشه؟ داداش مرداد گلم قفنت بشم. شکر، شکر، شکر. شوق. خب میخوایم بیاین یه ذره این ورتر. شکر. یه ذره تغییر بدیم که شوق. کی کمکم میکنه این ورشو بگیریم؟ خوبه؟ عالی. شکر جلال، شکر 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 شکر. یه دونه شم هم کافیه. آمین آمین آمین. نمیشه انگوشتر. میشه میزنم، اونن میزنم. شکر در نام عیسی مسیح، در نام پرجلال عیسی مسیح. من اینجوری میگم، یه روزی من بودم اون قاضی، تنهایی، هیچ کس رو نداشتیم، دوتایی با هم دیگه، با خانواده های جسمانیمون که شکرگزارش بودیم و هستیم و خواهیم بود. ولی امروز خانوادهمون هی داره رشد میکنه، هی بیرون اومد، زیاد شدیم. امروز میگم جلال بر نام عیسی مسیح که خدا منو عزیز رو برکت داد به شماها.
امروز میگم جلال بر نام عیسی مسیح که خدا ما دوتا رو انقدر ارج گذاشت تا تونستیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. امروز من اعلام میکنم و میگم خداوند شکرت میکنم برای این برکات، برای دونه دونه شون. امروز اعلام میکنم میگم خداوند من شکر گذارم برای این که این فرزندانی رو که تو از قبل از اینکه خودشون بدونن انتخاب کردی و به عنوان دایه، به عنوان پدر مادر روحانی، به عنوان کسایی که قلبمون و عشقمون بچه‌هایی بود که تو به ما دادی، افتخار دادی ما برکت بگیریم داشته باشیمشون. امروز دعای من برای شما اینه که دقیقاً همونطوری که شما به عنوان پدر و مادر برای بچه‌تون چی آرزو میکنین، آرزوی من و آسی برای شما اینه که در نام عیسی مسیح روزی از به زودی زود از پلکان خداوند بالا برین به سمت ملکوت، درب ملکوت به زندگیتون باز بشه، دربای ملکوت توی زندگی شما باز بشه، برکت توی زندگی شما بیاد، طوری روشنایی بیاد، طوری جلال خداوند آشکار بشه بر زندگیتون که همه مردم مات و مبهوت بمونن. اون جلال رو میطلبم، اون برکت رو، برای سهیلم که نیست، برای اون نیست هست، نه تنها برای شما، برای تمام فیلادلفیای ایلام، تک تک اعضایی که هستن و بر دلیلی نیستن، ولی مخصوص از شما شروع میشه. ملکوت خداوند برای شما بیاد، چون وقتی که در پای ملکوت بروتون باز شه، پلکان رو ببینید و بتونید اجازه پیدا کنید صعود کنید به طرف ملکوت. هر چی که اعلام کنید توی زندگی روحانی و جسمانیتون میشه، بالاتر از این نداریم. به نام عیسی مسیح، همونی که یعقوب دید پلکان تردد فرشته ها بین آسمان و زمین رو ببینید در نام عیسی مسیح. آرزوی ما و دعای ما امسال برای همه شما اینه اون پلکان بر شما آشکار بشه، اون دروازه پلکان بر شما باز بشه و در نام عیسی مسیح عشق خداوند طوری در درون شما رخنه بکنه که گویی آتشی خاموش نشدنی عشق تمام وجودتون از شعله عشق بسوزه و هر آن کسی که به شما نزدیک بشه لمس کنه حضور خدا رو و عشق رو در درونتون. این دعای من برای شماست در نام عیسی مسیح، در نام پرجلال خداوندم مسیح عیسی. شکرگزاری میکنیم برای این تولد. تولد جسمانی چرا مهمه؟ خودش خاموش میشه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اگر شماها متولد نشده بودین، ما شما رو نداشتیم، امروز باتون آشنا نبودیم، امروز نمیدیدیمتون. و اونجاست که ما شکرگزاریم در نام عیسی مسیح که شماها متولد شدید و خدا دنیا رو با شماها برکت داد و ما رو با شماها و وجودتون برکت داد. برای این تولدتون رو امروز جشن میگیریم، چون اگر متولد نشده بودین ما امروز فقیر بودیم، ولی امروز ما ثروتمندیم در آسمان و در زمین با داشتن شماها. برکت خداوند بر شما باشد و بماند. همه با هم کلک نمیزنیم، همه با هم میخوایم خاموش بکنیم تا امسال سال 2023 طبق آرزو و دعای ما واقعا چشمان شما ملکوت رو ببینه، پلکانش رو، پاهای شما اجازه ورود به بالا رفتن از پلکان رو پیدا کنه، دستانتون ملکوت رو بچشه و لمس کنه. چه مزه‌ای داره در نام عیسی مسیح. پس خاموش میکنیم در نام عیسی مسیح. یک، دو، سه. آمین، آمین. تولدتون مبارک در نام عیسی مسیح. شکر، شکر. هللویا.
آروم بریم؟ میتونیم چیزم بریم؟ امانوئیل هم؟ هم اشارش هم آروم بریم کلیسای فیلادلفیا ایلام. همینجور که در روح اتحاد هستیم میخوام دعا بکنیم. در نام قدوس خداوند برادرمون سموئیل از آلمان که ایماندارم هستن خواسته برشون دعا بکنیم برای آرامش و قوت جلال عیسی مسیح. برادرمون سموئیل خداوندمون شنواست، خداوندمون میشنوه و میبینه. پس به حضورش میبریم برادرمون سموئیل و ای الهیم ادونای، ای خداوند قدوس، به حضورت میاریم برادرمون رو و میطلبیم که لمسین و مسین و اشخانی ای خداوند قدوس. اگر از هر طرف دشمنان گردش جمع شدن، چه در روح و چه در جسم، ای خداوندم تنها امید ناپژمردنی ما تو هستی ای الهیم ادونای، ای عیسی مسیح. برادرمون سموئیل کلام میگه اگر لشکری به من حمله کند نخواهم ترسید، حتی اگر دشمنان برای جنگ با من بیان باز هم به خدا توکل میکنند. ای خداوند قدوس تو ببینش ای خداوندم. هللویا. چتر حفاظتی تو اعلام میکنیم بر مربد، بر معبد جسم و جانش، بر خیمه‌ای که درش ساکن هست ای خداوند قدوس. ای خداوند قدوس، ای خداوند قدوس، تو روح آرامی رو ای خداوندم که همون روح قدوست جاری کنه ای خداوند قدوس، که در پیشا پیش شرکت کنه و هر صد و مانعی رو برداره ای خداوند قدوس. تو تمام درهایی که از سمت دوه برش باز بکنه ای خداوندم و ببند درهایی که بهش احتیاج نداره ای خداوندم،
پس تقدیس میکنیم به نام پرجلال عیسی مسیح، به خون پاک عیسی مسیح دروازه های ورود و خروجش رو، چه در جسد و چه در روح خداوند قدوس، تا هر ورود و خروجی به اذن تو باشه. و بیرون میکنیم به نام اعظم عیسی مسیح، فرمان میدیم که بیرون شده هست هر روح ناآرامی و استرس از معبد جسم و جان برادرمون سموئیل. به نام پرجلال عیسی مسیح دروازه های آسمان دوم و دروازه های جهنم و بسته شده اعلام میکنیم بر روی زندگیش، در زمین زندگیش نیز کرده بشه. و به نام پرجلال عیسی مسیح اراده الهیم ادونای که همون ملکوتشه، همون اورشلیمشه، همون شهر امن و آسایششه، جاری میکنیم ای خداوند قدوس بر زندگی برادرمون سموئیل، تا در زندگی زمینیش کرده بشه ای خداوند قدوس. ارادت رو جاری کنه ای خداوندم، ارادت رو جاری کن تا همگان ببینن و بدانن تنها خدای قدوس تو هستی ای خداوندم، تنها خدای زنده تو هستی ای عیسی مسیح. ای عیسی مسیح، تو خداوندی هستی که فوراً در تنگی ها یافت میشوی ای خداوندم. شو گذار تو هستیم در این ایام سخت و تنگی ای خداوندم، که اگرچه از هر سو در فشار هستیم ای خداوندم، ولی نام تو صخره ماست، نام تو مأوا و ملجای ماست ای عیسی مسیح، ای عیسی قدوس خداوند. به نام پرجلال تو عیسی مسیح خواندیم و ایمان داریم که دریافت میکنیم در این لحظه با روح شب گذاریم. خداوند شکر و سپاس میگیم نام تو را ای مسیح پدر. این لحظه برادرمون حسین رو که در انگلیس اقامت داره خداوند به حضور تو میاریم خداوند، می طلبیم براش ای پدر به قوت روح پاکت، قوت بر جانش، بر زانوهاش خداوند، تو بهش نیرو بده تا خداوند در کار خوش گشایش به وجود بیاد خداوند، تا نام تو خداوند سر روله خداوند راهش باشه، در راهش خداوند تو کمکش باش خداوند، تو به قوت روحت پاک خداوند بهش راه درست رو نشون بده خداوند، تو بهش خداوند حقیقتی که باید انجام بشه و خداوند اون اراده خودت رو به قوت روح قدوس خودت خداوند به برادرمون حسین نشون بده. ایمان داریم خداوند تو همیشه هر لحظه در کنار تک تک فرزندانت هستی خداوند، و باور داریم به ایمان هستش خداوند ما عادل شمرده هستیم، نه به لیاقتمون بلکه این لحظه خداوند برادرمون که خداوند ایمان داره به نام حقیقی تو عیسی خداوند، خودت خداوند راه گشاش باشی و خودت خدا مشکل کارش و خودت قوت جانش و قدرت افکارش باش، تا بتونه تمام سختی ها به کنار بگذنه و گوشهایش در کار زندگی به وجود بیاد، ابتدا در روح و در جسم، بعد خداوند تو بتونه خداوند اراده تو در زندگیش جاری بشه. به قوت تو طلبیدیم و باور داریم انجام شد برای برادرمون حسین. شکرت خدای قدوس. میخوایم در همین روح اتحادی که هستیم خداوندم بیاییم به حضور تو برادر محمد در ایران و خدای قدوس هم که تقاضا کرده کلیسا برای برکت و آرامش روحش براش در دعا باشیم، و همچنین برای گشایش در کار ایشونو به حضور خداوند بیاریم. خدای قدوس میپرستیم، تو جلالت میدیم خداوندم، و ایمان داریم که حاضر هستی جایی که گفتی دو یا چند نفر در اتحاد جمع بشیم خداوندم و چیز رو به حضور تو بیاریم، تو خداوندم درخواست ما رو آمین آمین بلی بلی میگی خداوندم. پس با ایمان خداوندم، با توکل خدای قدوسم، بدون شکی محمد عزیز رو به حضور تو میاریم خداوندم. میخوایم خداوندم به یک دل که تمام درهای رحمت و برکت آسمانی و زمینی رو درون زندگیش خداوندم باز کنی خدای قدوس، زندگیشو پر کنی از برکات آسمانی خودت خداوندم، حفاظت کامل تو بر زندگیش باشه خداوندم. ما پوری روی قدوس و خداوندم از تو میطلبیم خداوندم بر جان و زندگی محمد عزیز خداوندم، بریز و ببار خدای قدوسم، چون جایی که روح تو باشه آزادی هست، شادی هست، شفا هست خداوندم، حکمت هست، فهم هست خدای قدوسم. پس پرش کن خداوندم با روح قدوس خودت خداوندم، خلایی نمونه از تاریکی خداوندم، روزنه‌ای نمونه از ناامیدی خداوندم، پر کن خدای قدوسم، زندگیشو در دستای تو میذاریم خداوندم، و سلطنت کامل تو رو بر زندگی محمد در نام از عیسی مسیح جاری شده اعلام میکنیم کلیسا به یک دل. آمین آمین. شکرت میکنم خداوندم در این حلقه اتحاد دعا که قرار داریم در این لحظه، میخواییم یک دل برادر عزیز ما محمد رضا رو به حضور خداوند بلند بکنیم، پای صلیب خداوند بذاریم. در
در اینجا نوشته شده دعای شفای جسم و باز شدن درهای رحمت و برکت در زندگی و دوری از شریر از زندگی. هللویای خداوند، آنگونه که یادم دادی دعا میکنم. ای آبای من که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید خداوندم، اراده تو آنگونه که در آسمان است بر زمین برای محمد رضا برای برادر عزیزم کرده بشه خداوندم. می طلبم از محمد رضا عبور بکنی تا گوشه ردای تو خداوندم، که شفای مطلقه بر محمد رضا قرار بگیره و در ساعت شفا را اول در روح و بعد در جسم به صورت مطلق دریافت بکنه. می طلبم خداوندم باران شفای تو در لحظه بر محمد رضا بنشینه. خون شفا بخش تو عیسی مسیح بر چهار ستون معبد محمد رضا قرار میدیم و یک دل خداوندا می طلبیم که آسمان تو گشوده بشه و باران رحمت و برکت از آسمان و زمین بر زندگی محمد رضا جاری بشه. و می طلبیم خداوندا که دیگه هرگز دشمن فقر رو دیگه نخواهد دید. آمین. چون تو خدای شفا، تو خدای برکت، تو خدای فیض هستی. محمد رضا رو در ملکوت خودت ساکن نگهدار. آمین. کلیسای تو یک دل گفت آمین آمین آمین. هللویا هللویا. خداوند زنده، شکر برای این پرستش زیبا که با زمر داشتیم. خداوند برکتتون بده. هللویا، شکر ده خداوند زنده. و امروز در آخر میخوایم برکت خداوند، اونجوری که خداوند قوم رو برکت داد، اون رو در زندگیمون اعلام کنیم. آمین. در نام عیسی مسیح، خداوند تو را برکت دهد و محافظت کند. خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید. خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد. آمین آمین آمین. خداوند شکر و جلال عیسی مسیح که امروز هم کنار هم بودیم، همچنان هم کنار هم میمونیم چون شام داریم.
در نام عیسی مسیح. اما دیگه بر اساس برنامه هایی که داریم باید خداحافظی کنیم از حضور کسانی که ما رو میبینن. شکر و جلال عیسی مسیح. میسرایم با شادی و خداحافظی میکنیم در نام عیسی مسیح.